در چارچوب به هر حال این حکومت هست، یعنی اون نیروهایی که به طور مطلق طرفدار ولایت هستند در مقابل کسانی که فکر میکنم با یک رشته اصلاحات شاید بتوانند حیات جمهوری اسلامی رو یک کمی دراز با کنند. بسیار عالی. جناب کارمان، من همین پرسش رو برای اینکه بتونیم به اصطلاح نظرات شما رو هم داشته باشیم و بعد بتونیم به طور دقیق‌تر بریم روی جزئیاتش، خواهش میکنم بفرمایید که آیا به نظر شما هم به واسطه تغییر تحولاتی، آیا اصولا تغییر تحولاتی در درون نظام داره اتفاق میفته که اپوزیسیون رو فرا بخونه به بازنگری یا شاید بشه گفت تصحیح مسیر برای داشتن کارایی و کارآمدی در عرصه مبارزه سیاسی؟ بفرمایید، خواهش میکنم. ممنون. عذر میخوام. حتما رژیم دائم در حال تحوله و اپوزیسیون هم متحول شده به طور دائم. بله. الزاما هیچ کدوم اینا به بهترین شکل نبوده، نه در داخل و نه در خارج، و این تحول اجتناب ناپذیر. نکاتی که جناب امینی فرمودن، این سه گسست گفتم قابل تأمله. گسست اول و دومش به نظر من مربوط به سیاست داخلی است. اینطور که فرمودن یکی مسئله اقتصاد بود، باز شدن اقتصاد و پایان مصادره ها، و دومی دوران خاتمی اصلاحات. بله، در دوران خاتمی. این دو مربوط به داخلی و عمقی هم نداره هیچ کدوم. نه به این خاطر که خصوصی سازی نشد، نه، بعد این وقتی یک بار مصادره کردن و به اصطلاح عوام این نو دولتان اسلامی، جمهوری اسلامی، بار خودشون رو بستند، بعد مسئله خصوصی سازی و اینها اهمیت چندانی نداره، چون اصل قدرت اقتصادی دست خودشونه، بردن نگه داشتن. این یکیش. در مورد خاتمی هم که زیاد بنده تو واردش نمیشم بخاطر اینکه همش حرف بود، یعنی اصلاحاتی انجام نشد، صحبت از اصلاحات البته بود. اما سوم به نظر مهمه و جدی است، به این دلیل که به سیاست خارجی مربوطه و رژیم واقعا میخواد تغییر جهت بده. به دو دلیل البته، یکم طور که فرمودید، هم طور که ایشون هم فرمودن، این مسئله که از نظر اقتصادی زیر فشار 100%، ولی به نظر من تنها انگیزه حکومت برای رفتن به طرف امریکا این نیست. اول، یعنی به طرف مراوده با امریکا. نکته اولی که بنده میخوام عرض بکنم این است که به هر صورت نظام اسلامی ناچار بوده از روز اول به طرف امریکا بره و باش مراوده پیدا بکنه. نه به این عنوان که بره به اصطلاح زیر بلیط امریکا بخواد گوش به حرف امریکا بکنه، بره نوچه امریکا بشه در منطقه. اهل این کار نیست و نخواهد کرد. نکته این بوده که به عنوان قدرت منطقه خواسته روزش موقعیت خودش رو تثبیت بکنه، روز به روز موفق تر بوده و مثل آدمی است که یک مقدار رفته و در کازینو برده و ژتون دستشه. نمیدونم اینو قبلا هم گفتم یا نه، اگر تکراریش عذر میخوام، ولی به هر صورت ژتون دستشه و صندوق کازینو که دست امریکا بوده بسته، حالا صندوق باز شده و میخوام برن چونه بزنن و عوض ژتون پول بگیرن. چرا ناچار بودن؟ به دلیل خیلی ساده، خودشون هم بارها گفتن، امریکا رو میگن که خدای دنیاست، ما قوی شدیم. این قدرت باید به رسمیت شناخته بشه از طرف کسی، و اون کس آمریکاست. بنابراین دیر یا زود و هرچه قوی تر زودتر باید برن به طرف امریکا و میبایست میرفتن به طرف امریکا. از طرف دیگه آمریکا از بابت موقعیتی که در خاورمیانه داره، 30 سالی که گرفتار ایرانه، خیلی ساده، بزرگترین مشکلشه، از زیر بار انقلاب اسلامی سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه کمر راست نکرد. خیلی سریع. بله. اونها میخواد ترتیب بدن و یک موقعیت ایجاد بکنن برای خودشون. حالا نکته به نظر من این است که آخوندها این تصور رو میکنن، به نظر من خطا، که میگن ما در زمینه سیاست خارجی جلو میریم، امتیازاتی که میخوایم میگیریم، موقعیت خودمون تثبیت میکنیم به عنوان قدرت منطقه‌ای، و بین سیاست خارجی و داخلی سطح نفوذناپذیری ایجاد میکنیم، در داخل تغییری نشه. به عبارت دیگه، اگر نزدیکی به آمریکا در خارج به یه نوعی میانه روی یا رفتار معقول از نظر استانداردهای بین المللی ممکن محسوب بشه، اون رفتاری که در داخل میکنیم ادامه خواهیم. بسیار من در این کار موفق نخواهیم. این رژیم ایدئولوژیکه و یکی از محورهای ایدئولوژیک ایدئولوژی این رژیم خصومت با آمریکا بود. اون که فرو بریزه کل ایدئولوژی ضعیف میشه و در داخل هم ضعیف خواهند شد. و تصور میکنم البته نکته اولش ممکنه ما مال 2 ماه و 3 ماه نیستی، ولی اون چیزی که بلافاصله آسیب خواهد دید مسئله به اصطلاح آزادی رفتاری مردمه و حجاب. خیلی خیلی ساده، در بیرون با آمریکا کنار میان و در داخل هم بناچار با مردم کنار میان. تشبیه بارها استفاده شده و تشبیه درستی هم هست، مثل مسئله چین یا شوروی. تنش زدایی برای این نوع رژیم ها کشنده است در نهایت، چون ایدئولوژیشون میکشه. ولی در اینها تنش زدایی کردیم، موقعیتمون تقویت خواهد شد.
ختم میکنم بهتون فرصت صحبت. جناب کامران، فقط من میخوام شما وقتی میفرمایید که رژیم تبدیل شده به کم یا بیش یک قدرت منطقه‌ای و الان ژتون دستشه و دوست داره که اینها رو نقد بکنه، من مایلم بدونم که اشارتون به طور دقیق در چه حوزه‌ای و در چه عرصه‌ای هستش. چون اگر لحاظ اقتصادی بخوایم در نظر بگیریم، ایران یکی از مفلوک‌ترین اقتصادهای منطقه‌ای و جهانی رو الان داره. درسته که منابع طبیعی داره، ولی حتی توانایی استخراج این منابع طبیعی و تبدیلش به ارز رو نداره. از لحاظ بحران‌های درونی اگر بخوایم در نظر بگیریم، بحران سیاسی و چند شقگی حاکمیت رو داریم که یک نظام یک دست نیست، مثلا مثل چین بتونه قدرت نمایی بکنه در مقابل ایالات متحده آمریکا. مشروعیت اجتماعی نداره، مردم خواهانش نیستن و بسیاری از بحران‌ها به عنوان مسائل اجتماعی مثل بیکاری، مشکل سلامتی، تأمین آب و نان مردم در مقابلش هست. واقعا چه چیزی داره که بخواد گردن نمایی بکنه در مقابل آمریکا و به واسطه اون باجی بگیره در عرصه سیاست خارجی؟ نکاتی که فرمودید بسیار درست. حتی یک نکته من اضافه بکنم، اون مقایسه که با چین کردید، گفتید که در چین یک حزب واحدی بود که به حکومت این امکان رو میداد و هنوزم میده، میبینید که سر کاره نشسته اونجا و در این تغییر سیاست همون گروه حاکم و سر کار موندن، این رو حتی حکومت اسلامی نداره. کاملا صحیحه و این باعث خواهد شد که زودتر بیفته. نکته که من درست کردم در مورد قدرت منطقه‌ای مسئله اقتصادش نبود، مسئله موقعیت شرکابت سیاسی بود. نه فقط امتیازهایی که به دست آورده، مزاحمت هایی که میتونه ایجاد بکنه. ببینید از اول آمدن گفتن که این حکومت اسلامی رو ما میخواییم بکنه. به مرور این حکومت چنگالهاش رو گسترد در منطقه. یکی آمدن گفتن که این هلال شیعی درست کرده است و ما این هلال شیعی رو میخواییم بشکنیم. اگر خاطرتون باشه از لبنان شروع شد، شکست بود در مورد حماس، هیچ نتیجه ندارد، نظر سیاسی بسیار منفی بود، افتادن به جان سوریه، در سوریه هم نتیجه نگرفتن. این قدرت رو من میگم صرف جنبه سیاسیش رو میگم، الزاماً مطبوع نیست، مربوط به رفاه مردم نیست، الزاماً خوشایند بسیاری کسایی هم که با این حکومت مخالفن نیست، ولی امتیاز و برای امریکا مزاحمته. و البته این رو هم اضافه بکنم که بسیار مقدار بسیار زیادی از این امتیازها مدیون خطاهای خود آمریکاست در منطقه، افغانستان و عراق. عراق رو حالا فلسطینش دعوا دارن و بم میذارن، شیعه کشی میکنن، افغانستان هم برصد بعد از خارج بشن و برای خارج شدن به یه نوعی حاجت به یه فضای نسبتا امن دارن که اون تصویری که در ذهن همه هست از سالهای 70 دیگه، بله، اون خروج نیروهای آمریکایی از ویتنام جنوبی و پرواز هلیکوپترهای آمریکایی بالای سفارت آمریکا که در حال اشغال بود و آدمایی که بهش آویزون می‌شدن، فکر کنم اون منظره در ذهن آمریکایی‌ها هست و نمی‌خوام تکرار بشه در جنگ. این نکته است فقط. من با پوزش، با احترام و پوزش از دوست گرامی‌ام می‌خوام بگم که با دیدگاهشون سخت مخالفم. جمهوری اسلامی وارد مراحل پایانی حیات خودش شده. تواناتر نشده. من چند هفته پیش از انتخابات 88 مقاله نوشتم تحت عنوان مشروطه دوم که در اونجا گفته بودم که پیامد این انتخابات، انتخابات پیشین، همون که تقلب شد، هر چه باشه ایران وارد دوران مشروطه دوم شده، مشروطه ای که در اون یک جنبش نیرومند اجتماعی برای دستیابی به یک رشته درخواستای تازه و در واقع گسست از دوران گذشته شکل خواهد گرفت و شکل گرفته. در آغازش صورت جنبش سبز داشت، حالا بسیار عمیق‌تر شده، گسترده‌تر شده. و جریان دوم آغاز فروپاشی لایه‌های حکومت جمهوری اسلامی برخلاف برداشت‌هایی که خیلی ها استفاده می‌کنم، مثلا با واژه فاشیسم یا با واژه توتالیتر، یه حکومت تمامیتگر نیست، یعنی حکومتی مانند استالین نیست، حکومتی که از روز نخست در میان سرانش اختلاف وجود داشته، چند قطب وجود داره. امروز این چندگانگی قدرت در ایران افزایش اوج خودش، اوج خودش شاید به اوج نرسیده ولی بسیار بسیار افزایش پیدا کرده. جناهای تندرو بیگمان صد مقابله حتی کارهای ابتدایی آقای روحانی ایجاد خواهند کرد. از آن سوی روحانی در برابر فشار مردم قرار داره، وعده هایی داده شده قبل از انتخابات که این وعده ها رو مردم به گریبان و آویختند. بنابراین ارزیابی من در این هست که جمهوری اسلامی از نظر مشروعیت تاریخی، از نقطه نظر اقتدار سیاسی بسیار ناتوان هست و از راه عجز در واقع با غرب نزدیک شده، نه از راه توانایی، نه از راه اینکه حالا، یعنی در واقع بهتر از همون مثال ایشون استفاده کنم، قماربازی نیستش که بازی رو برده میخواد این ژتون ها رو بره اونجا
در واقع نقد بکنه. قماربازی است که قماربازی است که باخته میخواد قرض کنه از کازینو و کازینو کیه؟ غربه. و به نظر من سیاست خارجی حکومت، سیاست داخلی حکومت، خط سیاسی حکومت، ولایت در کانون حکومت پدوده های شکست خورده است. همین واقعیت که مجبور می شوند یه فرد بسیار قدرتمندی مانند رفسنجانی رو کنار بگذارن. چرا کنار می گذارن؟ برای که رفسنجانی اگه به جای روحانی انتخاب شده بود قدرت بسیار جدی تری مقابل آقا بود. حالا خب روحانی به هر حال پیوندهایی با بیت داره، ضعیف‌تره، ولی من اصولا کار حکومت رو کار پایان یافته میدونم. و اینجاست که اون وقت این بحث مطرح میشود که راهکار مخالفان این حکومت برای گذار مسالمت آمیز چیست. برای اینکه من فکر میکنم ما با شمارش معکوس جمهوری اسلامی روبرو هستیم. اجازه بدید پس من نظر آقای کامران رو هم در مورد دیدگاه شما بپرسم و بدونیم که ایشون چه فکر میکنه. جناب کامران به نظر میرسه که در مقابل کازینویی هم بزنن. بله بله. در مقابل این فرضیه که شما فرمودید که رژیم از سر قلدری و قدرت داره در واقع میاد برای باشخواهی، ایشون معتقده که از سر استیصال میاد برای به اصطلاح عجلابه و وامخواهی. نظر شما چیست؟ بنده خیلی خلاصه حضور را عرض بکنم. بسیار شادم که بحث به اصطلاح گرم شد از همین ابتدا. این نکته که من عرض کردم گفتم فقط از سر ضعف نیست، روشنه که این بحران اقتصادی روشون فشار آورده، ولی قدرتم هست و قدرتم دارم. حال از این گذشته نکته که ایشون فرمودن راجب یک دستی رژیم های توتالیتری حتی فاشیستی، به نظر من اون رژیم هایی که ما از دور باشون آشنا هستیم و یه تصویر کلی که میدن این تصویر یک دستی است. ولی تصویر هم هست که اکثرا خودشون از خودشون ساختن و فیلم های تبلیغاتیشون در عمل هیچ وقت موجود نبود. اولا در دوره هیتلر که نگاه بکنی تمام تحلیل های اون دارم هست، یه دسته دسته گورینگ هن، یه دسته دسته گوبلز هن، یه دسته هیمبه برای خودش یک ساز میزن، یک ساز میزن یعنی گروه خودش رو داره. کی اینها معلوم شد که این چند دسته هستن و نمیتونن به اون صورت یک دستی پیدا بکنن؟ نزدیک به پایان کار. بله. که گورینگ وارد معامله شد با متفقین، گوبلز رفت خودشو کش، هیتلر سعی هیملر سعی کرد بره با یه عده دیگه به بنده نشد، اون هم زهر خورد و داستان اینطور. در مورد استالین البته اون دوره این که ترور به حد اعلا رسیده بود شخص او بود، ولی تمام این چند دستگی ها بالقوه موجود. بعد دیدیم در دوره برژنف اون به اصطلاح سرعتی که رژیم پیدا کرد تا آخر عمرش، سرعت ثابتی که پیدا کرد، گروه ها کما بیش مشخص بودن در پولیت برو، یه دست کاگبه بود، یه دست ارتش سرخ بود، اینا هر کدوم فشار می آوردن برای سهم بیشتری ببرن و بیشتر در تعیین سیاست نقش بازی کنن. حالا اینا رو من میذارم کنار، این مال کلی این رژیم ها بود. به نظر من رژیم اسلامی از اون بعد استثنایی است. نقطه ضعفش اون رو که استثنا است این است که حزب واحد نداره. اینو من کاملا قبول دارم، پیشاپیش این امتیاز رو به آقای امینی و به هر کسی که بگه میدم، بخاطر که عقیده وقتی حزب واحد نداشته باشید رژیم توتالیتریتون لنگ میزنه. نتیجه چی شده؟ بار فشار روی وحدت از بابت وحدت روی رهبر سنگین‌تر شده و بعضی از این به اصطلاح دستگاه‌های جنبی که ناچار نقش به واحد بازی کنه یا سعی کنه جای خالی او رو پر بکنه. معروف ترین نمونه شورای نگهبانه که میاد مثلا همه رو تصویه میکنه و این کاندیدای دست بشه. در رژیم توتالیتری رژیم فاشیستی کار حزبه، کار شورای نگهبان نیست، حزب ندارن اومدن شورای نگهبان. بسیار. ولی کارکرد همون نیستش جناب کامران. آیا فکر نمی‌کنید علارغم وجود این که علارغم نبود حزب عملاً ساختار داره هم کار حزب رو میکنه به نوعی؟ چرا داره میکنه؟ متأ به خوب و خوبی نمیتونه بکنه. خیلی ساده. ولی ببینید این نکته به اصطلاح این حزب لنینی خیلی بدی‌ها میشه بهش گفت، خیلی دستگاه وحشتناک، ولی درست کردنش ابداً کار آسونی نیست. ما دو موفقیت حزب لنینی داریم در ایران. یکی حزب توده بوده، یکی مجاهدین. بقیه بسیار دویدن و نتونستن کاری بکنن. حال این همه به کنار، نکته که ایشون فرمودن در بود که رژیم داره به فاز پایانیش میرسه. بله. در این مورد فکر کنم با هم موافقیم. دلایلی که ایشون عرضه کردن، فشار از پایین، ضعیف شدن حکومت، امتیاز دادن حکومت، من با این دلایل خیلی موافق نیستم، بخاطر که رژیم اون چاله جنبش صدر رو که شکل درستی هم نداشت، مطالباتش هم روشن نبود، رهبرانش هم که اصلا حرف نمیزنم چی بودن، بخاطر اینکه از همین اول آدم ممکن اصلا حوصله سر بره از برنامه. بله. به جایی نرسید، اون رو گذرون، چند وقت دیگه احتمالا آزادشون خواهند کرد، یه آدم دیگری آورده که به نظر من نه فقط به اصلاحات میدان نمیده و امتیاز نمیده، مرگ اصلاحات رو مرش کرده. چون مرگ اصلاحات چه بود؟ داخلیش انتخابات پرتقلب بود، گفتن بردارید، بر نداشتن، در انتخابات بعدی شرکت کردن. دیگه چه میخوام بگم؟ در خارجش میگفتن ما با دنیا تعامل میکنیم،
نه احتیاجی نیست، ملازم میفهمید که یکی جامده مثل شما داره با دنیا تعامل میکنه، پرونده اونها بسته است. مرگ رژیم به جهت دیگری میره و با اصلاح طلبی و داستان های اسلام اینا طرف نیست. بالاخره بعد اون رژیم که مردم مدت هاست دنبالشن، این رژیم آزادی و دموکراسی بیاد و بعد لایک هم باشه، این خلاصه ملا در مسجد. بله بسیار خوب. آیا جناب امنی شما فکر میکنید که اون چیزی که به عنوان جریان اصلاح طلبی ازش نام میبرن آیا واقعا الان، چون آقای کامران اینطور که دارن میگن در واقع رژیم موفق شده اینها رو دور بزنه از طریق آوردن کسی که ضمن اینکه همون گفتمان رو داره یا کارهای شبیه همون رو داره میکنه، ولی این کار رو در هماهنگی کامل با رهبری داره انجام میده و بنابراین اون تنش ها و تضادهایی که میتونه ناشی از به قدرت رسیدن اصلاح طلبان به معنی خاص کلمه بوده باشه رو ندارن، فکر نمی‌کنید این؟ نه من فکر کنم مثلا این پیش‌فرض نادرسته. یعنی برگردم به صحبت‌های دوست گرامی، ببینید ایشون یه تصوری که دارند این است که یه حکومتی است، حالا اگه حزب واحدم نداره توتالیتر، تصمیم می‌گیره و در این تصمیم‌گیری‌ها امروز رفسنجانی رو میاره، فردا خاتمی رو میاره و امروز آقای روحانی رو آورده. این واقعیت حکومت جمهوری اسلامی نیست. در ایران انقلاب شد. نتیجه انقلاب روی کار آمدن یک نیروی اجتماعی بود. این نیروی اجتماعی با پول نفت پایگاه خودش رو گسترش داد. بله. و در این حال به دلیل شکست پروژه خصوصی ببخشید مصادره ها و روی آوردن به خصوصی سازی طبقه نوپای سرمایه‌داری در ایران پیدا شده که دنبال قدرت سیاسی است، یعنی میخواد هم امنیت سرمایه‌اش رو داشته باشه، این رو به آقازاده هاش منتقل بکنه و هم لذت ببره از این سرمایه و هم یک رشته حقوق سیاسی میخواد. حقوق سیاسی که کسی که نوپا به پول رسیده میخواد با حقوق سیاسی که من دنبالش هستم یکی نیست. چه تفاوتی وجود داره؟ تفاوتش در اینه که اون بیشتر حقوق سیاسی رو برای امنیت سرمایه خودش میخواد. من بیشتر به دنبال حقوقی هستم که در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده و آزادی هایی رو برای جامعه متصور هست که بیرون از منافع فردی من هست. اما از این فراتر برم. ببینید حکومت هایی مانند استالین یا هیتلر درست می‌فرمایند که در پایان کار اسناد که روشن شد معلوم شد در درون هم کشتار می‌کردند و اختلاف وجود داشته. جمهوری اسلامی از روز نخستی که تشکیل شد، نه در اسناد سالهای آینده، آشکار بود که در درون اختلاف‌های اساسی بر سر چگونگی جهتگیری حکومت وجود داره و شریعت مداری منتظری و تمام جناهایی که امروز با هم آشکارا دعوا دارند. نگاه کنید شما آقای احمدی نژاد آمد به عنوان کسی که بناست ولایت رو نمایندگی بکنه، در پایان کار دعوای اصلیش با آقای خامنه‌ای بود و آقای خامنه‌ای هم با آقای احمدی نژاد به امروز اصلا صدای از ایشان و پیروانشون نیست. به نظر من آقای روحانی رو تحمیل کردن مردم، نه به عنوان اینکه نماینده اصلاح طلبان بود. شاید میان مجموعه کسانی که اجازه شرکت در انتخابات داشتن، از اون صافی نظارت استصوابی گذشته بودند، دورترین آدم اون رو احساس می‌کردن با ولی فقیه. حالا اینکه شخصا باشه دور یا نه اصلا برای من مهم نیست. رأی که مردم در اون روزهای آخر تا روزهای پایانی اصلا معلوم نبود آقای روحانی انتخاب بشه، و اگر هم به دور دوم میرسید من تردید ندارم بسیاری از کسانی که در انتخابات گفته بودن شرکت نمی‌کنیم به عنوان رأی اعتراض می‌رفتن و شرکت می‌کردند. آقای روحانی امروز اساساً وعده و مسئولیتی که داده در حوزه سیاست خارجی است. شما یعنی میگید که دستگاه شورای نگهبان با نظارت ولایت فقیه اومده افرادی رو مورد صلاحیت قرار داده، اون 4-5 نفر رو عرض میکنم، که در نهایت مردم فرصت این رو داشته باشن که در یه جای رژیم رو آشمز بکنن و کاندیدای مطلوب خودشون یا نه تصور نمیکردن. وقتی که آقای رفسنجانی رو کنار گذاشتند، آقای روحانی آدم گمنامی بود، تصور نمی‌کردن فردی مانند آقای روحانی اصلا مورد اقبال جامعه قرار بگیره. بیشتر فکر می‌کردن چه کاندیدایی من بکنم. فکر می‌کردم یا قالیباف رو فکر می‌کردن انتخاب بشه یا آقای جلیلی رو. من فکر می‌کردم این دو نفر کسانی بودن که تصور می‌شد که انتخاب بشن. حالا اینکه آقای روحانی انتخاب شده تا چند اندازه نزدیک به بیت رهبری باشه نباشه اصلا برای من توی این ارزیابی اونقدر مهم نیست. آنچه که مهم هست که این انتخابات چه برداشت عمومی چه برداشت خود حکومت یا نزش در این است که شکاف رو افزایش داده، کاهش نداده. دست حکومت رو در انجام پاره‌ای از مسائل کوتاه‌تر و بسته‌تر کرده، به ویژه در زمینه سیاست خارجی. این که امروز آشکارا با شیطان بزرگ دارن مذاکره می‌کنند، ببینید این اسمش از نرمش قهرمانانه، ولی این در واقع یک عقب‌نشینی
تا حدود زیادی مذبوحانه است اگه بشه کرنش من اسمش یه چیز دیگه گذاشته بودم الان خاطرم رفته، ولی گرفتاری اساسی در این هست که پس از اینکه این سیاست به هر حال جلو رفت و به حکم اجبار بر سر مسئله اصلی با غرب کنار آمدند، پیامد اون به درستی آقای کامران میگن پیامد اون گشایش داخلی خواهد بود. یعنی این نیست که این تصوری که برخی دارند که بعد از این کنار آمدن سرکوب رو افزایش خواهند داد، فضای جامعه ایرانی نیست، سپهر سیاست ایرانی نیست، دست حکومت محدودتر و بسته‌تر شده. افزایش اعدام ها رو داریم، اعدام ها اعدام های سیاسی نیست، بیشتر اعدام هایی است که ظاهراً به بهانه غیر سیاسی است، ظاهراً اگرچه میدونیم که سیاسی است، حتما سیاسی است، ولی یعنی ما به گفتمان رژیم که اکتفا نمی‌کنیم، ولی فراموش نکنید که این اعدام‌ها دست قوه قضاییه است، یعنی قوه قضاییه رقیبی برای با آقای روحانی. یعنی امروز ما در ایران با چند مرکز قدرت روبرو هستیم، با سپاه پاسداران روبرو هستیم، با نهادهای بیرون از سپاه پاسداران روبرو هستیم، با واحد قوه قضاییه روبرو هستیم که نیروهای ولایت‌خواه در اون خیلی قوی هستند، با خود بیت رهبری روبرو هستیم، با نیروهای اصلاح طلب بیرون از دولت روبرو هستیم، برخی اصلاح طلبان بسیار مطیع که به این دولت پیوستن روبرو هستیم، با خود دولت روحانی روبرو هستیم، ما با چندگانگی فزاینده قدرت بر ایران و فرمان روایی در ایران روبرو هستیم، نه با تمرکز. کاملا جواب کامران، بر اساس آنچه که آقای امینی فرمودن ما میتونیم به اصطلاح به دو مسیر کاملا متفاوت بریم، چون در تحلیل ایشون این عنصر دیده میشه که یه وجه خودجوشی، یه وجهی که به نظر من اگر من اشتباه میکنم بفرمایید جناب امینی، که برآیند نیروهای اجتماعی هستش و حضور اونها در انتخابات در واقع سبب انتخاب روحانی شده. نه، برآیند فقط نیروهای اجتماعی نیست، شما عنصر شرکت مردم رو و سطح آگاهی مردم رو از آنچه که منافعشون هست رو کم نگیرید. اهمیت موضوع هم فقط مسئله تحریم نیست، بیم و حراس مردم ایران به ویژه بعد از رویدادهای سوریه در این بوده که سوریه دیگه اتفاق بیفته و در پیامی که آقای جلیلی میداده، در شاخ و شانه کشیدن های آقای قالیباف آینده ای رو میدونن که ایران به سوی سوریه شدن بره. بله. بنابراین رأی به روحانی رأی به سوریه نشدن ایرانه، نه رأی به اصلاحات مثل خاتمی. درست. و این بسیار مهمه برای حیات مردم ایران. جناب کامران، اگر ما این رو مبنا قرار بدیم، بنابراین این گونه میتونه بحث ما ادامه پیدا بکنه که ممکن هست به واسطه این وجود خصلت اجتماعی محاسبه کار که حالا آقای امینی میگن مبنای محاسبهش پرهیز از تبدیل شدن به سوریه بوده، یه شکل جدیدی، مسیر جدیدی پیدا بکنه مبارزات اجتماعی و